گذشته هفته با خبرهای بسیار زیاد که باعث شد بازار پرنوسانی رو تجربه کنیم و دیدیم که طلا این فلز زرد و گرانبها برای اولین بار در سال 2024 سقف جدیدی رو ثبت کرده. اما این هفته انتظار داریم که در اکثر روزهای هفته بازار نسبتاً آرومی رو نسبت به هفته قبل تجربه کنیم و شاهد اصلاح قیمتی در مارکت باشیم. حالا با هم مروری میکنیم بر تقویم اقتصادی این هفته 11 تا 15 مارس. روز دوشنبه 11 مارس در سشن آسیا شاید مهمترین خبر اعلام شاخص نهایی تولید ناخالص داخلی فصلی ژاپن باشه. همونطور که میدونیم جی دی پی مجموع ارزش پولی همه کالاها و خدمات نهایی تولید شده هست که به عنوان معیاری که کل تولید ناخالصی را در خود جای داده و نشانگر سلامت اقتصادی یک کشور است. روز سه‌شنبه 12 مارس شاخص نرخ بیکاری و همینطور میانگین درآمد سالانه انگلستان منتشر میشه، اما خب تاثیرگذارترین خبر امروز سی پی آی ماهیانه ی آمریکا میباشد. از اونجایی که داده های این شاخص بر نرخ تورم تاثیر میذاره و همینطور انتشار حراج اوراق 10 ساله ی آمریکا در این روز میتونه موجب نوسانات زیادی در ایندکس دلار بشه. و اما چهارشنبه 13 مارس در سشن اروپا شاخص تولید ناخالص داخلی جی دی پی ماهیانه انگلستان منتشر میشه که احتمالاً پیش بینی میشه این عدد منفی اعلام بشه. همچنین در سشن آمریکا اوراق قرضه 30 ساله آمریکا منتشر خواهد شد. در روز پنجشنبه 14 مارس در سشن معاملاتی نیویورک شاخص‌های ماهیانه قیمت مصرف کننده و تولید کننده و همچنین داده‌های خرده فروشی در ساعت 16 به وقت ایران اعلام میشه. ضمناً با توجه به اعلام شاخص مطالبات بیکاری این کشور در این روز و اهمیت بالای این داده‌ها میتونیم شاهد روز پرنوسانی در مارکت باشیم. و اما جمعه 15 مارس پیش بینی میشه علارغم دو خبر مهم شاخص امپایر ریسرچ و شاخص احساسات مصرف کننده اولیه از دانشگاه میشیگان آمریکا که یک نظرسنجی مردمی در مورد سطح اطمینان مصرف کننده هاست روز آرومی را در مارکت داشته باشیم. هفته پرسود و شادی را برای شما آرزومندیم.